اجازه بدهید که این موضوع را یادآوری کنم که لازم است ما از مردم خوب در ایران حمایت کنیم. آقای پنس در توییت خود نوشت: پرزیدنت ترامپ و من در کنار معترضانی ایستاده ایم که در ایران خواستار آزادی هستند و بازداشت افراد بیگناه را محکوم می‌کنیم. تظاهرات شما رژیم را مات و مبهوت کرده است. روحیه بیباک و نترس شما تحسین همه را برانگیخته است. و حالا زمان گسترش و جهش کانونهای شورشی و برپایی هزار اشرف برای آزادی است. درگیری توی خیابون مطهری، خیابون غرب شرق کرج، به شدت ادامه داره. دیگه دارن به سمت نیروهای یگان ویژه سنگ پرت میکنن. ما در برابر اینکه گروهی بخوان اموال عمومی رو تخریب بکنند یا نظم اجتماعی رو به هم بزنند یا در جامعه اغتشاش ایجاد بکنند، حتما دولت تحمل نخواهد کرد. دشمن منتظر یک فرصت، منتظر یک رخنه است که از این رخنه وارد بشه. شما همین قضایای این چند روز رو مشاهده کنید. همه کسانی که با جمهوری اسلامی بدن، اونی که پول داره، اونی که سیاست داره، اونی که سلاح داره، اونی که دستگاه امنیتی داره، همه دست به دست رو هم میگذارن برای اینکه بلکه بتوانن برای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مشکل درست کنن. جعفری دولت آبادی، دادستان جلاد خامنه ای در تهران، 17 دی 1396. آشوب های اخیر مبتنی بر طرح آمریکایی ها با همراهی مجاهدین بود. اینکه ترامپ چندین توییت برای ایران بزند و درخواست بررسی مسائل ایران را در شورای امنیت نماید، مؤید ارتباط آشوب های اخیر با طرح آمریکایی هاست. دادستان تهران به بررسی اتفاقات هفته گذشته پرداخت. مقر مجاهدین در آلبانی در این راستا فعال شده و بر سازماندهی مجاهدین در فضای مجازی تاکید شده. این نقشه اگرچه با هوشیاری پلیس به نتیجه نرسید، اما مؤید سوء استفاده مجاهدین از فراخوان‌ها در فضای مجازی است. خبرگزاری مهر آخوندی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نوشت: دادستان تهران به بررسی اتفاقات کشور طی هفته گذشته پرداخت. جعفری دولت آبادی با اعلام اینکه مقر منافقین در آلبانی در این راستا فعال شده و بر سازماندهی منافقین در فضای مجازی تاکید شده بود، افسود: تشکیل کمپین‌های نافرمانی مدنی طی سال‌های گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران، مانند کمپین نه به گرانی و نه به پرداخت قبوض و نظایر آن که نمونه‌های آن در فضای مجازی دیده می‌شود، در راستای آماده‌سازی زمینه اجرای این طرح بود.
جعفری دولت آبادی با اعلام کشت‌سازی به عنوان بخشی از پروژه دشمن به ارتباط این طرح با فضای مجازی اشاره کرد. وی استفاده از فضای مجازی از جمله توییتر، تلگرام و برخی تارنماهای معاند را مهمترین بستر این آشوب‌ها دانست و افزود این گونه است که وقتی تلگرام مدیریت شد، آتش آشوب‌ها هم خاموش شد. این در حالی است که ارزیابی آنها این بود که ایران تلگرام را مدیریت نخواهد کرد، که این ارزیابی بی‌مبنا بود، چرا که مسئولان وقتی احساس کنند که منافع ملی و امنیت کشور در خطر است، عامل ناامنی را حذف خواهند کرد و لذا مدیریت نمودن تلگرام به عنوان یک تصمیم غیر قابل انتظار موجب شکست آنها شد. دادستان تهران در بیان مثال پیرامون ارتباط طرح دشمن با اعتراضات، تجمعات و نارضایتی ها به تحرکات کانال صدای مالباختگان اشاره نمود که تا پیش از این حوادث صرفاً نقطه نظرات مالباختگان مؤسسه مالی و اعتباری کاسپیان را انعکاس می‌داد و برخی تجمعات اعتراضی نیز با فراخوان‌های اعلامی در این سایت شکل می‌گرفت. وی افزود این سایت در اوایل دی ماه طی مطلبی برای تجمع در میدان انقلاب فراخوان داده بود که بلافاصله یکی از کانال‌های معاند محل فراخوان را به مکانی خاص تغییر داد که این نقشه اگرچه با هوشیاری پلیس به نتیجه نرسید اما مؤید سوء استفاده منافقین از فراخوان‌ها در فضای مجازی است. جعفری دولت آبادی در بیان اینکه آشوب‌های اخیر مبتنی بر طرح آمریکایی‌ها با همراهی منافقین بود اظهار داشت اینکه ترامپ چندین توییت برای ایران بزند و درخواست بررسی مسائل ایران را در شورای امنیت نماید مؤید ارتباط آشوب‌های اخیر با طرح آمریکایی هاست. دادستان تهران تأکید کرد که با عوامل اصلی این آشوب‌ها برخورد جدی خواهد شد. وحشت و یاوه‌های رژیم درباره اشرف سه در آلبانی. تلویزیون رژیم 16 دی ماه 96. در تیرانا به مجاهدین خلق پایگاه آمریکایی دادند. پایگاهی به نام اشرف سه که در آن آموزش خرابکاری می‌بینند و می‌خواهند علیه نظام در تظاهرات سوء استفاده کنند. اجلاس منافقین در پاریس بود و آنجا با حمایت آمریکا برنامه‌ریزی کرده بودند از فرصت اختشاشات استفاده کنند و از مرزهای غربی وارد کشور بشوند. در عملیات فروغ جاویدان در سال 67 می‌خواستند توی کشور ایادیشون شلوغ کنند و جمهوری اسلامی را براندازی کنند. جهتگیری مواجهه با جمهوری اسلامی چیزی شبیه مواجهه با سوریه و یا لیبی بود. می‌خواهند رژیم را تغییر بدهند. در تیرانا پایگاه وجود دارد. در تیرانا پایگاه آمریکایی دادن به مجاهدین خلق و آوردن بچه‌های خود مجاهدین خلق فرزندانشون که تو عراق بودن تو اشرف یک پایگاهی درست کردن این بعدین برو بررسی کنید به نام اشرف سه درست کردن اونجا اطلاعاتی ترکیه داده اطلاعات تهران آموزش میبینند برای کار خرابکاری تا وارد میشن تو ایران ترکیه اطلاعات داد به ایران درباره افرادی میخوان چطور کار کنن علیه نظام در تظاهرات سو استفاده بکنن. ما چند ماه پیش همینجا خدمتتون رسیدیم صحبت درباره اجلاس منافقین در پاریس بود. بله بله. که اینها با حمایت عربستان تجمع کرده بودند اونجا، برنامه‌ریزی کرده بودند با حمایت آمریکا. الان اطلاعاتی وجود داره که از فرصت این اختشاشات اینها می‌خواستن استفاده کنن و از مرزهای غربی وارد کشور بشن. بله. یعنی مثل اون توهمی که در عملیات فروغ جاویدان داشت از سال 67 اینا می‌خواستن بالاخره یک جایی تو کشور ایادیشون شلوغ کنن و اینا هم دوباره وارد شن و یه مثلا
جمهوری اسلامی براندازی کنه. جهتگیری مواجهه با جمهوری اسلامی چیزی شبیه با مواجهه با سوریه و یا لیبی بود، یعنی از ایران چیزی شبیه سوریه و لیبی میخواستن بسازن، پروژه سوریه سازی ایران. دقیقا چه کاری با سوریه یا کشورهای دیگه کردند امریکایی ها؟ علارغم همه تفاوت های جدی که بین این کشورها وجود داره و نظام ما به لحاظ سیاسی و آرمانی و مبنایی با این کشورها متفاوته، ولی امریکا و غرب به نظر میرسه به یک مکانیزمی و یک تکنولوژی برای فشار بر کشورهایی که میخواد در اونها رژیم تغییر بده، تغییر سیاسی ایجاد بکنه، دست پیدا کرده که اون رو داره نسبت به ما هم با البته یک پیشرفت هایی در این تکنولوژی پیاده میکنه.